اولین نشست علمی روزانه آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی پس از دهه محرم روز چهارشنبه 14 محرم سال 1445 برگزار شد. در این نشست همچون جلسات پیشین ایشان به سوالهای حاضران در جلسه پیرامون مسائل مختلف فقهی پاسخ دادند. آیت الله العظمی شیرازی در این جلسه علمی در رابطه با روایت نقل شده از امام حسین علیه السلام که فرمودند ابره به معنای اشک است، یعنی که من کشته هستم که هرگاه مؤمنان به یاد من می افتند برای من گریه می کنند، که ادامه این روایت قتیل الابره که به معنای کشته اشک هاست را تفسیر می کنند و این تفسیر تا قیامت را فرا می گیرد. با هم فرمایشات آیت الله العظمی شیرازی را ببینیم و بشنویم. ابره یعنی اشک، چون پشت سرش تو همین روایت از حضرت داره انا قتیل العبره ما ذکرنی مؤمنون یا ولا مؤمنتون داره یا نه یادم نیست الا بکا یا بکا یا خب همین معنیش همینه. نه این بعدش زیل روایت که داره ما ذکرنی مؤمنون ولا مؤمنه اینجور که تو ذهن منه این تو قیامت رو میگیره همه را. این سبب و مسببه، یعنی قد کشته ای هستم که برای من گریه میکنند. قتیل العبره نه این روایت که ذیلش داره ما ذکرنی مؤمنون ولا مؤمنه اینجور که تو ذهن منه الا بکیا تفسیر میکنه خود قتیل العبره. ایشان در ادامه در رابطه با قطعی بودن صحت سند زیارت جامعه کلبه فرمودند حتی اگر تشکیک در سند آن را بپذیریم و حتی اگر زیارت جامعه هیچ وجه صحتی هم نداشته باشد مقبول است، یعنی شیعه تلقی کرده که این زیارتی است که از معصوم صادر شده است و علاوه بر زیارت جامعه در رابطه با برخی از ادعیه و زیارات و روایات دیگر چنین تشکیک هایی به عمل آمده که در پاسخ باید گفت بر فرض تشکیک اینها مقبول هستند و چون طرق طاعات و معصیت عقلانی هستند مقبول معتبر است. با هم فرمایشات آیت الله العظمی شیرازی را ببینیم و بشنویم. ایشون میگن زیارت جامعه صحیح هست، عرض میکنم بله صحیح هست. تشکیکی که در بعضی سند شده منافات نداره. زیارت جامعه اگه هیچ وجه صحتی نداشته باشه مقبول است، یعنی شیعه تلقیش کردن به اینکه زیارتی صادر از معصومه علیه السلام. یه مش از این چند تایی هست، زیارت جامعه هست، بعضی سیاری دیگه هست، هیچ دلیل و حجت بر صحتش اگه نباشه که هست، دلیل هست تو ذهنم بعضی فقها هست، این کتاب برای تصحیح سندی زیارت جامعه نوشتن، حالا یادم نیم سابقه من دیدم، اگرم اون نباشه اون مقبوله است. ما مقبوله است نظره چون طرق اطاعت و معصیت عقلائیه مقبوله معتبره.